به نام خدا درود و صلوات و فرستاده او، سلام و درودی به پایان بینندگان عزیز. امروزها برای ما پیامک های زیاد می فرستند از هر گوشه و کنار دنیا، خاصتا در ماه شریف رمضان و این دهه اخیره که ما قرار داریم، شبهای تاق که به نام شب قدر معروف است، زیاد ما را تذکیر میکنند که اگر ما نماز شبانه خواندیم این ذکر را زیاد بکنیم، یا اینکه قرآن زیاد بخوانیم، چون که پیغمبر خدا درود و صلوات بر او فرمودند قرآن شافی روزدار است روز قیامت. یک نفر دیگر روان میکند این فرصت ها را از دست ندین، سحر و شام دعاهای اذکار سحر و شام را بکنید. اما ما فراموش کردیم که یک گروه شجاعان، یک گروه جانفدایان ملت، یک گروه قهرمانان ملت، یک گروه واقعا دلسوزان ملت وقتی انجام دادن این را ندارند. اینها هم باشند طبیبان عزیز و نور دیده ما، هم همون طبیبانی که فرزندهای خودشان شاید هفته ها نبینند، همون طبیبانی که در صف اولی مقاومت بر ضد دشمن بشریتند، همون هم با اصطلاح به دست خالی. واقعا اینا جانساران ملتند، اینا این فرصت ندارن، وقت برای اونها خیلی تنگ است. اما طبیبان عزیز و ارجمن، شما این را بدانید که سرکرده از ماه رمضان شما 24 ساعت در طاعت عبادت خداوند هستید. طاعت عبادت شما همین کمک کردن به مردم است، به خلق خداست، به ملت است، این خود عبادت است. پس از شما فقط یک چیز طلب میکنم، بعد انجام هر کار، بعد انجام این قدر مشقتی که شما میکشین، این قدر جانبازیایی که میکنین، از شما فقط یک طلب دارم. هر کاری میکنین فقط نیتتان را پاک بگیرین و به خاطر خدا باشه، نه از ترس کسی، نه از ترس منصب، نه از ترس یگان اشخاص معین. اگر رفت باشدم الان بعدش تماشا کردن این نوار، بگو خدایا تو را شاهد میگیرم، هر کار انجام میتم به خاطر خودت است. پس همون قیچین و همون فشار سنجک تا بگیر و به سوی مقاومت بره. خداوند تو را اجر همون عبادت نمیکردگی که شاید که اونا فقط شب دو رکعت نماز بخونن، خیلی خیلی کم است که شب تا سحر نماز بخونه، خیلی کم است. اما شما این را بدانید که 24 ساعت شما در عبادت این. در آخر دعای اون را میکنم که پروردگارا این شجاعان ملت، این قهرمانان ملت، واقعا این دلسوزان ملت، از تمام بلاهای زمین و آسمان، خاصتا از این وبا در امین خودت نگه بدار. پروردگارا مهر و محبت در خانواده اینها زیاد بگردان، برکت از آسمان برای اینها بریزان. پروردگارا آنهایش که در این مبارزه بر علیه این وبای عصر جان باختن، اگر گناه یا خطای داشته باشن، با فضل و کرم خودت اونها را عفو بنما. پروردگارا تمام ملت تاجیکه در پناه خودت نگهبان باشین، صحت و سربلند باشین طبیبانی عزیز.